جنبش مساف تقدیم می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. من چون وقت گذشته عرایزم رو سریع شروع کنم. پیامبر گرامی اسلام در زمانی به بعثت می رسند و موضوع سخنرانی بنده در دانشگاه گیلان همین بود. آنجا عرض کردم که اصلا تمام پیامبران الهی وعده آمدن ایشون رو دادن. این که بنده میگم تمام پیامبران الهی وعده آمدن ایشون رو دادن، یک موقع است شما یه چیزی به خاطر پیغمبر خودمونه از خودمون یه موقع استش نخیر رفتی کتابای اونا رو خوندی و میبینی هست خوش و اینو من عرض کنم تو کتابهاشون هست. من نام خود پیامبر رو دیدم توی گیلان هم. دوستانی که بودن یا حالا فیلم برداری شده میتونی تهیه بکنید. اصلا تورات رو باز میکردم، صفحه تورات رو نشون میدم، نه فارسیش رو، عبریش رو نشون میدم که دوستان خودشون به چشم ببینن. انجیل رو به زبان اصلی که زبان حضرت عیسی صحبت میکرده، زبان آرامی، انجیل پشیتا نشون میدادم تا ببینه. علی هر حال منظور این که این وعده از ابتدا در مورد او بوده و اولین مخلوق خدا اوست، که تو انجیل هم یه اشاره شده، در تورات هم همون کتاب پیدایش هم باب اول در مورد خلقت صحبت میکنه، در ابتدا او و روح مبارک او خلق شد و قرار شد در آخر زمان در کالبد و جسم خاکی بیاد بر روی زمین. تمام پیامبران وعده آمدن رو او رو داده بودن و خود حضرت عیسی علیه السلام در انجیل بارنابا. انجیل بارنابا رو میدونید دیگه، نزدیک 100 خورده انجیل ما داریم. این کشیش ها جمع شدن و گفتن ما فقط 4 تاشو قبول داریم. دقیقاً 4 تایی رو جدا کردن که به نفع چیه؟ خودشون بود. بقیه رو انگار بزن کردن. حضرت عیسی علیه السلام، خوب دقت کنید، اینا مواردی که براش نوشته شده. میدونید چی؟ این طرف میگه که من دیدم عیسی رفت اینطور، اون کسی که همراه حضرت عیسی بودن. مثل سیره نویسی ماست که طرف میگه پیامبر رو دیدم اینطور مینشست، اینطور وضو میگرفت، اینطور غذا میخورد. اینا نوشتن. خب یکی از افراد که با حضرت عیسی اسمش بارنابا است، اون مینویسه. جالبه این انجیل بارنابا رو خودشون آوردن، رو کردن. خودشون به فارسی به انگلیسی ترجمه کردن از زبان آرامی، بعد از اون ترجمه شد به عربی، بعد دیدن چه گندی زدن، گفتن اینو مسلمان‌ها نوشتن. ما تو خودت آوردی اصلا، ما خبر روحمون هم خبر نشم چه چیز هست. کما اینکه الان 3 تا نسخه خطی انجیل بارنابا هست. خدا لعنت کنه این ترکیه یارو که اینا یکی از این انجیل بارنابا که به زبان گرجیه و روی پارچه نوشته شده مربوط به 1500 سال پیشه، یعنی 100 سال قبل از به دنیا آمدن چی؟ پیامبر. که نمیتونه خودش بنویسه که مسلمان، اسلامی بتونه چه مسلمانی بنویسه، اسلام مصطلح. بعد فلسفه بحث سر چیه؟ خوب عنایت داشته باشید. بله، این انجیل الان در دست ارتش ترکیه از یه قاچاقی اشیاء عتیقه گرفتن و متاسفانه نه تنها به عنوان کشور اسلامی رو انتشار ندادن، بلکه توی اقدام کامل همان رو اتحادیه اروپا حتی ترکیه رو به عنوان وجه المصالحه ورود خودش به اتحادیه اروپا ببینید. مثل این اسلامی نیست که اینا بخوان درست حسابی بخوان به سمتش بشن یا بخوان ازش دفاع بکنن. متاسفانه از این گونه موارد فراوان دارن و میدونن. تعداد زیادی از این افراد بودن که با خوندن همین کتاب‌ها مسلمان شدن و خودشون، یعنی اصلا کشیش بوده، خاخام بوده، مسلمان شد. بالاخره هفت طلبی و این کاری ندارن. در یک ایامی حضرت آمدن که ایام الفطرت بود، یعنی یه پیامبری برانگیخته نمیشد و آخرین پیامبر بنی اسرائیل احتمالاً همین حضرت عیسی علیه السلامه، چون برخی میگن ملاکیه، حالا اهل بحث من نیستش، یه پیامبر نه. جاهلیت کل دنیا رو گرفته بود، نه فقط اعراب. در ایران هم همین بود، یعنی از آیین زرتشتیت هیچی نمانده بود. دو سه تا پیامبر دروغین قیام کردن و خودشون پیغمبر نامیدن، مثل مزدک و مانی. و جالبه بعد از حمله سپاه اعراب به ایران، خود زرتشتی ها به اعراب میگفتن اینا کفارن، اینا رو بکشید. خیلی جالبه ها، خودشون کد میدادن، گفتن اینا کفارن، مزدکی ها، مانوی ها رو بکشید. خب اینکه
مالک کتابش ارژنگ بود، یک کتاب نقاشی شده بود، یعنی کتاب رنگی بود و اولین نظریات جالب شبه کمونیستی رو مارکسیستی رو داشت و تو اونجا از تضاد طبقاتی که در جامعه ایرانی فریاد بزد. ببینید اعراب که حمله کردن به ایران، اونا 32,000 نفر بودن، ایرانی ها 150,000، اما شکست کن چون هیچ روحیه‌ای برای دفاع از چی داشته باشه، دینی که طبقه بندیشون کرده، پادشاهی داره بهشون ظلم میکنه، هیچی، دست و پای اینا رو بستن، پاهاشون رو با هم بستن که فرار نکنن. اما تو این جنگ چی شدن؟ بالاخره شکست کن. در مصر هم همینه، در روم هم همینه، تحریف ادیان هیچی ازش باقی نمونده بود، همه توی بدبختی بیچارگی و همه دنبال آن پیامبر موعود بودن، علل خصوص ادیان ابراهیمی که یهودیت و مسیحیت و حتی آیین زرتشتی. شما فکر حضرت سلمان چجوری بوده میشه میره حجاز؟ گرای تاریخی رو داره که پیامبر خواهد به دنیا بیاد. میدونی پیامبر اینجا ظهور خواهد کرد تو همین اسنا و ایشون سنش از پیامبر بلند بزرگتر بوده، پیرمرد سپیدریش و سپیدمویی بود وقتی پیامبر دید. اینقدر این آدم و افتخار ما ایرانی هست، اینقدر ایشون بزرگوار بود که وقتی رسید اونجا یه ساکساکی نکرد فرمان رو برگرده به این بخواب ایمان رو بودن خدافز شده. اونجا مون جنگی دفاع کرد از پیامبر، همه جای دنیا این تاریکی گرفته بود، علم خصوص یهودی ها مقرم آنچه که در کتاب ایشعیای نبی داشتن، همین الان هم از این کتاب من در دانشگاه گیلان بخشش هم نشون بدم بچه ها. و برمنهای کتاب دانیال نبی آمدن در شمال مدینه ساکن شدن، به سرزمین تیما در آمدن، همین الان تو کتاب ایشعیای نبی گفت برید شمال مدینه، کسایی اون پیامبر آخر زمان کوچ میکنه سمت مدینه در حالی که گرسنه و تشنه است، کسی که بابا هست، برید و آنها را به غذا و آب پذیرا شد. شما از خود تونا نپرسیدید چرا مردم مکه که پیامبر بچه مکه است، بچه ام القرا است، خب این پیامبر را اذیت میکنن، مردم مدینه ندیده ازشون استفاده کنن. همین آن که شما داشتید میخوندید و میخوندن طلع البدر علینا من ثنیات البدا، صبح یه جایی بود ارسلن این مدینه، وقتی میرفتن تا تجار میخواستن برن، یکی داخل شهر خدافزی میکردن با هم دیگه، روسی میکردن مثل همه مسافرات ها، یکی دیگر دیده مسافرات ها جایی که میتونن برمیگردن دست نکن میدن تا وقتی دلتنگی هم دارن، اونم سفره که 5 تا 6 طول میکشه. میرفتن یه تپلی هم بود، یه بلندی هم بود بیرون مدینه، از دور هم یه دست هم تکون میدادن اونجا دیگه، میدونستن آخرین جایی که دارن دیده میشن، بهش میگفتن محل وداع دوم، ثنیات الوداع الثانی دو. پیامبر وقتی از اونجا وارد مدینه میشه اینا آهنگ کنند طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ماه کامل از اونجا بر ما چیکار کرد؟ طلوع کرد. جالبه مکی ها فراری دادن پیغمبر رو، قصد جانش رو کردن، میخوان اون رو بکشن، مدینه ها ندیده دارن آهنگ میخونن. چرا اتفاق افتاد؟ بس که مردم مدینه راجع به پیغمبر آخر زمان شنیده بود و این یهودی ها گفتن شما برای چرا بیت المقدس ما شدید مدینه؟ حرف حسابتون چیه؟ میگفتن نمیدونید آخرین پیامبر الهی که سر انسان آن بزرگواری که خدا وعده داده دین اون رو بر کل دنیا حاکم خواهد کرد از در همین جا حکومت تشکیل بده. منتها اونا گمانشون بر اون بود اون پیغمبر از بنی اسرائیل، وقتی دیدن از بنی اسرائیل نیست از بنی اسماعیل، نپذیرفتن نه واقعا پدر سوختهشون و شروع کردن کارشکنی که پیغمبر فرمود ریش من اینو سفید کرد. خیلی اصلا ببینید اعراب جاهلی تو قرب و قوابه مقابله با پیامبر اهل بیت بودن. شما فکر کردید کسی که اهل بیت رو پس بزنه؟ تمام کده ها رو اونا بشون اونا بودن که داشتن در تورات در کتاب پیدایش به من اومد و سانی عشر نشیعی که به محمد میاد و 12 سانی عشر نشیعی و 12 امام پس از اون اونا بود داشتن در بودن دنبال 12 بودن. شما میبینید با واسطه بی واسطه در شهادت اهل بیت هم بی تأثیر نیستن. اصلا دوبار فتنه بنی اسرائیل که در قرآن آمده ما روایت داریم میگه به قتل علی به قتل حسین. امیرالمومنین وقتی ضربت میخوره چی میفرماد؟ میگه پسر زن یهودی را بگیرید، فست و رب الکعبه پسر زن یهودی را بگیرید، اشاره میکنه که مرجع مادرش یهودی است و نسب در یهودیت از مادر انتقال پیدا کرده. اینا روایت دارم براتون میگم. و ابو عبدالله هم خیلی ویژه این حاضر در کتابی دارم به اسم نبوی الحیله که اون کتاب ما به دست آورده دوستان
این کتاب مال 70 سال قبل از دنیا آمدن پیامبره. در نزدیکی های ظهور پیامبر، ظهور که نزدیک شده به ظهور پیامبر، این کتاب ها بیشتر بین مردم این بحثش بود. متوجهی؟ در اون کتاب میگه در حرف قاف 70 سال قبل از دنیا پیامبر، سری از پشت سر بریده خواهد شد در کنار رود فرات. ناموس بهترین خلق خدا را ببینی که از میان خیمه های رنگارنگ بیرون میکشن و در مقابل چشم حرامزادگان قرار میگیرن. استخوان های سینه ای که در زیر سوم اسمان شکسته خواهد شد. اینا بر مبنای این کتاب آمدن اجرا کردن این کار. فکر کنید دلیل تاختن بر فکر محترم آقلا چیه؟ چون تو این کتاب بود. چرا از قبل اینها آماده نهل تازه داده کردن؟ شما می‌بینید هارون رشید مرحوم به سه تا زندانبان نامه می‌زنه که موسی بن جعفر رو بکشید. تمرد می‌کنن. می‌گن کیو بکشیم؟ ما هر چی به سمت این آدم می‌ریم صبح تا شب تو نمازه. داره دعا می‌کنه. اذیتش می‌کنن، سر بدکارا آوردن. حضرت از اون برگشت دیدن عبای آقا رو انداخته رو سر کلش داره زار زار گریه. آخرش هم همین سندیر به شاهاش که باز یهودیست مسموم میکنه آقا رو و بگر متعب شده تخته ای میذارن میارن نه هم کامتون تلخ همه شهادت ما مصطفی جعفر تازه گذرم دیگه 14 سال تو زندان بعد پاهای مبارکشون از در زده بود بیرون از ساق شکست بود ظلم میکردن عجیب الان همین ها میدونن که اون آخری این ها میاد کار اینا تمومه چون باز در کتاباشون و خوب آگاه هم عزیزان مستحصر هم و همیتون سخنرانی های قبلی کل فیلم های جوانتر رو سخنران از اینترنت خیلی با هم بردن پیگیری میکنن تو عرض کنم کلیپ های پشون بودن که تو فاکس نیوز برنامه گذاشتن فاکس نیوز آمریکا برنامه زنده تلویزیونی گذاشتن موضوعش تو افتماع موضوع امام دوازده اگه کسی داره باید صوت برده یا رفته بوده موضوع امام دوازده که آقای داره میادا یک کاری بکنید هرچی هم دارن دست و پا میزنن دارن شرایط رو محیا کنن اما میخوام یه نکته ای عرض بکنم ببینید ظهور عنایت داشته باشید ظهور قرآن میگه چی میگه؟ میگه با شمس و دوحاها سوگند به خورشید وقتی ظهار نور و القمر اذا طلاء و ماه که پشت سرش بود مثلا تلاوت از همین بود یعنی پشت سر هم خوندن پشت سرش ماه گفتن مراد از خوشی رسول الله هست و مراد از ماه چی؟ امیر المؤمنینه و نهار ازا الله جد و اوج حکومت اینها که در زمان امام مهدی شروع کنند اصلا دعای ندبه هم نگاه کنیم رویه همین نه عزیز من آقا رسول الله رو ذکر کنه بعد امیرالمومنین رو ذکر کنه بلافاصله اگر حسن اگر حسن اگر ابا حسن همه امام رو میگه میرسونه به کی؟ به خود امام حسن و این رو هم اینجا هدیه به شما عرض کنم از یکی از بزرگواران نقل میکنم اینکه آقا رسول الله و امیرالمومنین توسل به این دو بزرگوار در زمین نشدید یعنی خدا رو میخواد واسطه قرار بدید آقا رسول الله که قرار بدید امیرالمومنین این دو بزرگوار نقش کلیدی در ظهور دارن شما تو دعای فرج از اومد بلا آخرش بگی یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فا انکما کافیان میگه همین شما دوتا بس و نصران فا انکما ناصران یا ما باید نقش اساسی دارن چون حالا دلایلش مختلفه محل بحث بنده نیستش آنچه در عالم ملکوت و عالم تشریع هست و عالم ملک و عالم تکریم و زمین شبیه سازی شده است انگار که اونجا نور یه سایه شفته رو زمین اصل نور اون طرف طبیعت اختزا نمی کنه این که به یک بار خورشید بره وسط آسمون مستظر چه از کنم؟ یه بای خورشید بره وسط آسمون یه بای هم شد اصلا این مشکلی که ما به سر برق رفتن داریم چیه؟ چون آماده بگیم بسیم یه هایی خاموش بشه یا یه هایی برق باشه که چشماتو اذیت میکنه این برق تو خونه
خدا جوری این خلقت رو قرار داد کروبی بودن زمین، چرخشی که داره باعث میشه آرام آرام خوشی چیکار بکنه؟ غروب بکنه. همین الان داشتم با این دوستان میومدیم گفتم این غروبای گیلان خیلی دلگیره دارم شما برای شما آرام بگید چقدر؟ خیلی تاریک میشه. واقعا یکی از دلیلش کوه. کوه میره چیکار میکنه؟ وقتی دشت آرام آرام خوشی دیگه بیره دیگه قرمز میشه دیگه نور آرام آرام کم میشه، اما کوه باعث میشه یه هایی دیگه نمیده شد. درست شد؟ این یه هایی رفتنه اذیت میکنه، یه هایی آمدن هم اذیت میکنه. خوب دقت کنید، وقتی امر بر غیبت قرار داده میشه شما میبینید آرام آرام ائمه جامعه را برای غیبت و خورشید عالمتاب چکار میکنن؟ آماده میکنن. امام جواد شروع میکنه شبکه وکالت درست کردن، بنیانگذاری میکنه. امام هادی شبکه وکالت توسعه میده. امام هادی بعضی موقع میمدن خدمتشون در مورد امام حسن عسکری که دیگه به اوجش رسید، میخواستن باشون جلسه بذارن، از ری از تهران طرف کوبیده بود این همه راه رفته تا سامر راه، خیلی راه زمینی بود، رسیده بود آقا قبول نکرده. فرمود وکیل من تو کجا؟ ری عبدالعظیم حسنی علیه السلام باید رفته میشه. فکر آقا دلش تو دلش که بخواد مثلا اون رو بپذیره. اینا اگه میدیدن میرفتن تبلیغ که آقا رفتیم آقا رو دیدیم. اما وقتی برگشت گفتن آقا رو چی؟ ندیدیم. گفتن اما گفتن این همه راه بریم نبینی هم خیلی سخته ها. ببینید برای چی کار میکنه؟ امام عادت داریده. امام حسن عسکری که اصلا خیام را میره با دستش اشاره که سمت من نهید. یکی اصلش به خاطر اون خوفه که میکشتن. چون میدونستن پسر رو بود. هر کسی شیعه در بودن دنبال شیعیان بود. گره های تاریخی رو داشتن دیگه. اسمار پیامبر دونه رحمت تا آخر برمانده بود. امام حسن، امام هادی بعضاً با برخی از افراد پشت پرده صحبت میکرد. طرف اومد ببینشه پرده این داخل میشه. با آقا بازه چهره ماه تو ببینم میفرمادن. سلام بازه. آماده کرد خورشید ریز ریز شد برو کرد. حتی خود غیبت هم یک باره نبود. اول غیبت داره. سغرا با چهار تا نائب بعد شد دیگه غیبت چی؟ کبرا فرج و الان روات احادث ها. دیگه من در دسترستون نیستم. رجوع کنید به رابیان احادث ها به فقه ها. با اون کسایی که بهتر از شما دین رو بگید می فهمن. ما هم همین کنید چاره دیگه میخوام خدمت شما عرض بکنم. مثلا بزرگواران مثل علامه حسنزاده آملی معتقدن اصلا ظهور هم همین شکل به یک بار ظهور شکل بگیره. درست ظهور بختتنه، بله شخصیت حقیقی امام زمان تو یک روز ظهور میکنه، اما آرام آرام جامعه برای ظهور چی میشه؟ آماده میشه. آرام آرام سر زبان ها میفته نامه بوده بکشه. آرام آرام میگم این شیطون احمق نادونه همین دارن یه سری فعالیت ها میکنن خودشون میخوان جلو ظهور رو بگیرن. دقیقا دارن چیکار میکنن؟ این اسم مبارک رو دارن میرزن سر زبان. تو چه تاریخی تو این مملکت اینقدر اسم امام زمان و ظهور و فلان همه پیگیر آقا این حوادث یمن چیه؟ آقا این مرگ ملک عبدالله چیه؟ آقا فلان ها برای چی داره من نمون میشه؟ اما من میخوام به شما بگم وقتی شما میخواد طلوع بکنه خورشید اینجا زیبا میگه یه ولفج و لیال عشق میگه اون شبهای درگانه. شبهای درگانه در یعنی منظور اوج تاریکیه. من ده رو خیلی پیرامونش بحث دارم که چرا میگه شمای ده کنه. اولا یک بخشش به صحیفه برمیگرده که آدم زیاد بحث می کنم، یک بخشش برمیگرده به ماجرای یوسف که ده برادر خورشید رو میگذن کجا؟ کجا؟ خب دقت بکنید میگذنش کجا؟ در حالی که واجب و تعظیم اون در قرآن داره که از یوسف در خواب دید که برادران خودش دارن بهش نگاه میکنن سجده میکنن. یازده تا ستاره دارن برایش سجده میکنن. بنیامین که کاری نداشت و ده تای دیگه دست به یکی شدن حداقل یکی دیگه شد سکوت کرد اگر هم کار نکرد لاوی، اما انداختن توی چاه. خدا چرا داستان یوسف رو میده؟ عزیزان بخواد به ما بفهمونه بعد بعضی موقعی که حسادت کار دست میده برادر میرسه تو چاه میکشه. حالا یه صحابه در مقام صحابه یه حسادت دولتی نیست اینجا خود بچه پیغمبر بودن اینا.
آرام آرام خبر یوسف میاد. ببینید یه داستان میشه اینا میرن میگن آقا ما یکی رو دیدیم میاد، بعد اول پیرهنش میاد. خدا میدونه یعقوب دوست داره، میگه یعقوب یهویی همینطور یوسف رو ببینه آره شاید خطر رو بخواه من سیفه کنم. آرام آرام روی پیراهنش میاد شفا میده. یه احمقه هایی که میگن تبرون جستن فلان توی آیه میگه دیگه وقیست در اینا در دوری از ولی زمان خودش میدونه دیگه حضرت یوسف بر یعقوب ولایت داره. این جالبا با اینکه بچه شده تو قرآن میگه تو خواب دید امیر عید و احد عشق کبوی من بر شمس و القمر دیدم خورشید و ماه هم دارن سجده میکنن که پدرش گفت خورشید منم ماه مادرت ستاره ها یازده تا داشت و یعقوب فهمید که یوسف بر او هم چیه ولایت داره. حالا اینجا دریابید مقام پدر و مادر جان رو که حضرت یوسف بهت زده میشه وقتی پدرش رو میبینه دیر از اصلیت پایین خدا پیغمبری رو از فرزندانش میبینه. این چه مقامی؟ حضرت یعقوب در دوری ولی زمان خودش در دوری یوسف خیلی گریست، میگه و بیزت عینا جفت چشاش بوش. چرا؟ چون آدم با معرفتی پیامبر الهیه میفهمه مقام یوسف چیه. در دوری فرزند گریه نمی کنه ها، در دوری کی؟ بله فضاق فرزند هم سخته. در دوری یوسف و یک لحظه هم حضرت یعقوب باور نکرد که او کشته شد. میدونست یه گوشه کجاست؟ زنده است هم با یعقوب ازش خبری؟ نه که بوی پیراهن یوسف هم جالبه. میره میگه میگه بریم از یوسف من تحسسو بری یه خبری بیاری یه حسش کنی. اینا نکاتی که میگه همین ظهور هم همین شکله و الفجر و لیال عرش و شفع و البعث همینطور میگه. بعد صحبت از امام زمانشون اون بالای بالاست، خورشیدی که اون بالا داره تجلی این درخشه اصلا بی نهایت نورانی و زیبا اصلا بیرون از تصور و تخیل میشه. اصلا قواعد بعد از ظهور اصلا من شما درک نمی‌کنم، این چیشو نمی‌فهم. عین اینه که بچه تو رحم مادر بیاد بیرون، به بچه تو رحم مادر بیرون رنگ قرمز میده چجوری میخوای بشه؟ چجوری میخوای برای کسی که ندیده که قرمز میده میشه بفهم؟ بگی سبز بگو گل اینه این چیه؟ اصلا نمیفهم. این سر روایت میگه آقا این 27 حرفه که فقط دو تا شد تا اون موقع تا الان این همه پیشرفت کرده اگه همین فردا ظهور باشه تازه دو حرف شد این شد خب دو حرف شد بقیهش داره میاد. اصلا چی میگه یه بچه بیابون پیدا نمیکنی؟ عمرهای هزار ساله اونها میره بالا مریضی مریض پیدا نمیکنی بس که پیشرفت پیدا میکنه. میگه آقا حیوانات در رنده خود که انهو اینا زادشون رو خود عوض بشه میگه کنار هم آرام میگرم چیه؟ آقا گرگ رو برده کنار هم بیه. یه سری چیزا رو ما نمیفهمیم. میدونی چرا؟ برای اینکه نگاه هم فقط نگاه دو تا چارتای همین پنج تا حسه. اما بعضی از اینا رو عقل هم به ما میتونه ثابت کنه. پیامبر فرمود ظهور مهدی ما وقتی شکل میگیره مردم کف دستش ظهورشون میگیره. درست ها؟ 20 سال پیش به من شما این رو میگفتن میگفتیم چه حرف رو شد یعنی چی کف دست پنجره با میشه نور میزنه مثل جادوه استغفر من هم نمیگم همین موبایل هاست اما وجود همین ها اثبات کرد که چه بگیم؟ شدنیه من نمیگم الزاماً همینه. این همه برنامه که آنلاین دارن همه چون خبر میدن واتساپ لاین، وایبر، تلگرام، تانگو، پوپ، زهرمات، دلت موبایل های شبکه تلویزیونی میگیرن. همین الان مسجد الحرام خونه کعبه دوربین داره بخش زنده شاهده داره سعودیه دارم پخش. یک تحقیق ما انجام دادیم پیرامون قطبین زمین. این یک مستند خیلی خوب میشه و
و جالب این بخش از تحقیق ما درش آمریکایی ها شدید علمون احمد ها به ما یه چیز دیگه بودن و من هم بازره ما تحقیق کردن خیلی مستند آمریکایی خیلی تا برمیه درست پیش رفتن دقیقه حرف ما بزنن ما بازشون با پول خودشون همه کارش انجام چی میگه؟ یک نظریه وجود داره که هر 26 هزار سال قطبای زمین عوض بشه طبق قطب این مقناطیس دور زمین که سیبی شکل هست دور زمینه با باعث میشه که ما بتونیم زنده باشیم دور زمین تشعشعات خورشیدی به زمین بگید هست این عوض بشه من فقط در هر حد به صراحت هم عرض کنم چون کاملا دیده ما آخر 26 هزار سال حالا چقدر دیگه نمیدونم 5 سال 10 سال 100 سال سال پنجاه نمیدونم چرا چون توی 26 هزار سال یه فاصله کم خیلی زیاد بشه آخر 26 هزار سال اصلا ما آزمایش انجام بدیم رسوبات آهن که رسوب کرده بود دیدیم هر 26 هزار سال یه جهت شکل عوض کرده اما الان آخرین نظریه ها اینه که زمین جای قطبش عوض نمیشه میدونی چی میشه؟ چند تا قطب خواهد داشت یعنی کله همینطور مغناطیسی میشه و به جای یه دونه سیبی شکل بزرگ سیبی شکل ها چی؟ کوچک خواهد داشت و میدونی نتیجه چیه؟ تشعشعات خورشیدی ضعیف‌تر به زمین میرسه هیچ چیز برقی الکترونیکی دیگه کار نخواهد تمام مسائل برقی هر چیز ما برق الکترونیک و این چیزها در امتحانه همه از بار میفته آیا امروز سلاح ایران جز سلاح برقی الکترونیکی دارن؟ تمام سلاحاشون میشن زمینهاشون همشون چه؟ با ماهواره جی پی اس لیزر میدازن کنن همه این کارخونه که اسلحه رو داره تولید میکنه دستگاه تراشه با برق کار میکنه ولی همون کلاش عادی بخواد تولید بشه من چی میگم اونم با برق بکنه اون پوکه میخواد زده بشه برای این گوریده شنیدی میگه سلاح هر کار میفته من نمیستم اتزامن اینه اما ما علمی اثبات بگید حالا این شده مثلا موبایل تو گفتم اما اینا به کنار به من بگو اون فجری که قبل طول آفتاب یه خط سفید میزنه بعد بین طول و عین بعد اصل خورشید بره اون چی بعد به زفس قاطع میگن جمهوری اسلامی انقلاب زفس قاطع میشه اما این که بین طول و عین چقدر طول میکشه نمیدونم من نمیخوام هم بدونم مهمم نیست برام چون دنبال توحید و تطبیق نیستم اما اینو یاد گرفتم انهم یرون بعیدا و نراه قریبا اونا میگن دور ما میگیم از دیگه بعضی موقع رسیدن امر الهی عزیز دل من طولانی میشه هی بی قرآنی مثال میزنم میخوام ده راه بگم قرآنی براتون بگم حضرت نوح گفت طوفان میخواد بیاد تو کجا تو سرزمینی که بارون در حالت عادیش نمیباره خوشحالی داشتن که حضرت نوح میگه اگه آدم باشید از خدا میخوام که چی؟ بارون براتون بیاد چشماتون بجوشه پس توی سرزمین بودن که چی؟ کم آب بوده همین نجف هم بوده شما مسجد کوفه که میری نشون میدن از اون جایی که اولین چشمه جوشید از توی تنور خونه جوشید یا فارغ تنور از یه جایی جوشید که به عقل جن هم نمیرسید آب با آب در تضاده از تو تنور آب پاشید بالا چشمه ها آب همجوری پاشید بالا از آسمون هم باریدن بالا پایین رو به آب هست حضرت نوح 950 سال قبل طوفان پیامبری کرد قرآن به صراحت تأکید میکنه 950 سال چرا نگو خیلی؟ به فکر نکرد چرا نگو خیلی؟ خیلی پیامبر کرد چرا تأکید میکنه 950 سال؟ چرا عادی نمیگه 950 سال؟ چطور میفرماد؟ هزار سال، پنجاه سال کم چه میتونه رفت میزنه؟ قرآن میخونی بپرس بپرس، این قویت تقلقلون نکن قرآن کنه که بدید یفقهون، یعقلون، فکر کنیم آخو چه اینجرا؟ شما میگه یه مبازداری چیز میخواد بخونی میگه آقای کفش هم سنده یه چیز میگه سنده زامن کنه میزید بخون دیدیم یا نه تبلیغ کوفت زرمان تلویزیون
تقلیل که زیر ایرس هم میکنه باید بنویسی چی؟ 198 هزار. این یعنی چقدر؟ چرا میدیم 100 هزار کنم؟ میخواد اسم 200 نمیشه. اسم چی باشه؟ زنگی. عملا هم 200 هم کشه از 220 تا مرده تو بیان یاد میاد بینه رو دارم چیچی رو ماشود آقا ما رو بدارم چیچی ما رو بدارم دقیقه لطمین آقا تو بعد چند برای من رو اما چرا میگه 198؟ برای این کنم خود این تو دقیقا برعکس کار میکنه نمیگه 95 میگه 1050 عمدن ذهن تو رو با عدد 1000 آشنا خیلی جالب عمدن ذهن تو رو بذار میگه بعضی موقع امر الهی 1000 سال طول میکشه حالا 50 سال کم 50 سال چی بیشتر یه خورده این بعد خورده اون بعد 1000 تو ذهنت میکنه عجب کتاب میشه عمدن اینجوری حرف میزنه وگرنه عدد شمردن بلد نیست جایی که عدد نگفته خوب دقت کن بچه‌هایی بودن به دنیا می اومدن بزرگ می شدن می مردن بچه‌شون به دنیا می اومد بزرگ می شده تا چهار تا نسل بودن نو می گفت هنوز خرکاره بیه در روایات داریم تو تفاصیل بابای دست بچه‌شون می گفت نو پیمردن می بینید بارگاه و خوده می گفت این بابا با بزرگم به بابا می گفت دور بر اینه منم به تو بگم بچه داریم حالا من یه سوال دارم آدمایی بودن که به دنیا می آمدن و طوفان نوح هم گفته چی؟ نمی دیدن به زود به دنیا بزرگ شدن و می مردن یک سوال من دارم اینه اینا بهش جهنمشون چی می کنن؟ جواب گیره آیا مؤمن به وعده رو می مردن؟ اگر مؤمن به وعده نیامده می مردن بهشتی اگر کافر به وعده نیامده می مردن چی؟ جهنم خوب دقت کن اونایی که ندیده این بعد را میپردازن و پذیرفتن میدونی حسابشون چه حساب همین قرآن عزیز ما سوره بقره همون آیات اولش بسم الله الرحمن الرحیم ذلک الکتاب الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب میگه اینا ندیده ندیده ذلک الکتاب تو روایت یعنی علی بن ابی طالب لا ریب فی یعنی هیچ شک در علی بگید نبود اینا نه لا ریب هدن للمتقی او مایه هدایت داره با تقوه هاست از نخاله علی بن ابی طالب میفهمه بعد میفرماد الذین یؤمنون بالغیب این یعنی مؤمنه به امام زمان روایت داریم و خدا میگیم بخواد چرا نمیگه حاضر کتاب من قرآن نیست من خودش نیست بگه آزد من که دوله میخونم البته بطون تفسیری مختلف دیگه هم داره با این زاهر کرد چه سه جانش اون به کنا بزرگی کتاب رو نشون میده به عمر کتاب برش کنم من میدونم اما اینجا من بحثم اون برداشتی دارم میکنم برای مهمه اینجا خوب عنایت داشته باشید این ایمان به غیب راه میشه خدا میفرماد بعض موقع امر من باعث چقدر طول میکشه؟ برو هزار آره از این هزار سال خورده ای ساله بیاد منتظر بودش اما اون امر الهی که برسه وقتش فارد تنور یوهی فوران فوران بکنه همه چه عوض میشه اون فجری که تو آسمان میزنه رو چه کلیدی ماجراست رو دقت کن اصلا من نمیدونم چه کسی اسمی تایم انقلاب ما روز زمان رو بود در این فرد خیلی با مسلم اطلاع نداده خیلی با مسلم شما نمیدونی تو چه شرایطی ما انقلاب شد ببین توی سر در روایات میخونی آقا تو آخر زمان نماز رو اینجوری میکنن بود و مومن میرن دور هم جمع بشن فلان به همان دین مرده است اصلا یه ازش نمورده فلان شما میگرد که به این بچه تو شهر تو بیخ برد تو جمع استن حتی اینجوری شده بعد به شما بگم فقط کار شما بعد الان بعد انقلاب بزنی آمد اینجوری بزرگ تره تو جلسه برو قبلش نگاه کن
اونا ایامی که اینا خرمال کردن دنیا رو، وقتی اون رو تو ترکیه گذاشتن، رضاها رو گذاشتن همینجا، بله اجداد جده های ما جرعت داشتن چادر سرشون. به مرحله از سلطه شیطان رسید توسط دستگاه شیاطین انسی خودش سرمیره که روسری از سر رفت. حق نداشت برای امام حسین عزاداری کنه، بعد میرفت میچکید توی کنج خونه برای امام حسین گریه میکرد، جرأت نداشت. و این روزا برای گذرانی بچه که نشما کو میگم رد شد امو جان کجایی؟ سالها سوزشتی. حتی اول انقلابش هم آقا این نبود، کجای اعتکافا بود؟ کجا احیاهای نیمه شعبان بود؟ کجا دعای عرفه کسی میخونه؟ اصلا میدونست دعای عرفه چیه؟ که مردم جمع میشن تو مسجد دعای عرفه بخونن؟ کجا هر شهر 500 تا هیئت بود؟ مبادا شیطون بازیتون بده نبیل اصل ماجرایی که داره اتفاق میفته. للباطل جوله، باطل داره جولونای آخرش میده. ما انقلاب رو من نمیخواب بیارم چون آلا تو ایران بریزم برای اون هم میده یه آدم که باز به هیچ نمیده. بعد الان میدیم مثلا بنده با اتفاق با مانی سخنان تلویزیون رو معرفی نکرد در جه شما. تلویزیون رو باید مثلا شما نکرد. خیلی هم سیدی دست من رو باید برم. یعنی خودم خود جوش آمدم. تو جه چه همتون کنم منظورم اینه. نمیخواب خود آقای کلی وقت منویت چیز باشم. خب یا فکر میکنم بعد از من استخدام هیچ جا نیست. با خیلی هم از بعض از این جریان سیاسی مشکل جدی هم دارم چون میدونم دارن تضعیف میکنن کشورمون. پیش این سر کله هم زدن ها اشتباه میدونم باید کمک کنم خدمت کنم باید برو اسلام رو بیاده بود خدمت کنم مردم بگه چپ و راست دیگه چی چی خوب عنایت داشته باشید. در شرایطی انقلاب صورت میگیره که اصلا فکر به یک حکومت شیعی یعنی جوک خدا هست جوک حکومت شیعه جوک شیعیان منطقه حکومت تشکیل بدن. الان صحبت اینه که ما تو خوزستان داشته می جنگیدیم بیخ مرز خود و بیخ موش خود و الان بیخ موش اسرائیل تو سوریه داریم تو جریان حقیقی رو ببین اتفاق افتاده. تو الان خرمان شده تو خودت نیستی، تو توی عراق داری سرنوشت داری، تو سوریه داری سرنوشت داری میکنی، تو یمن داری سرنوشت داری میکنی. چرا این رو نمیبینی؟ کی فکر میکرد یه روز یمنی که خرمان شده بود در اصلا در عربستان سعودی همیشه این بدبخت ها دوستشن ضعیف و عقب مونده نگه دارن تو سر خود نگه دارن انصارالله جریان شیعه اونجا بخواد مثلا اسلحه دست بگیره. سید حسن نصرالله برای یه عزیزی تعریف کرده و او عزیز برای خود من میگفت، میگفت بعد میشه امام برگشتی سید حسن نصرالله برگشت و من گفت امام لبنان رو میشناسه این هنوزم؟ میگه اون موقعی بود که از عمل جریان عمل در سوریه در لبنان جدا شد خواستن میشن حزب الله خواست شکل بگیره اومده نمیدن امام برگشتی گفت خیلی خوبه انجام چون امام با تفرقه این چیزا خیلی چی بود مشکل داشت. بعد امام گفت اراده نداره ساختار تشکیل بدید و فلان این حرفا شما اسرائیل رو شکست بدید. میگه اومده میگه سید حسن نصرالله برگشت ما میدونه لبنان کجاست، از توان نظامی اسرائیل خرمان کرده بود کشور عربی رو، شیش تا جنگ عرب عرب همشون با اسرائیل میجنگ، از هر شیش تاشون زمین گرفته، هر شیش تا که باش میجنگیدن شیش تا جنگ پشت سر هم پیروزی پشت سر پیروزی، از سوریه جولان گرفت، از لبنان جنوبش رو گرفت، از اردن کلی گرفت، از مصر صحرای سینا رو گرفت، دو تا دورش اونجوری گرفت. چی فکر کردی؟ به یک بار جریان شیعی شکل بگیره توی حزب الله و ما متأثر از جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار اسرائیل تو جنگ سوریه رو بزنه؟ میفهمی یعنی چی؟ ما گند زدیم به کل برنامه های آقا و همین صراحت دارم میگم اینا 1980 میخواستن از نظام جهانیشون اعلام کنن بگن بر کل دنیا حاکم شدیم. 1972 یه سال قبلش خدا بر راه نمیزه من تو کجا انقلاب میشه؟ تو کجا که به عقل جن نمیرسه. کارتر میاد ایران میگه ایران جزیره ثبات هست، ما ایران به عقل نمیزه. میرسه به چه حکومتی سر کار میاد؟
یک پوینت از بیخ و بنیان و تفکرات صهیونیستی در میاد. چرا؟ یک، صهیونیست‌ها دیر و از سیاست چه میدونن بگید؟ شما برید تورات رو بخونید. اگر ببینید دو تا پیغمبر اونا دارن، خیلی از پیغمبر رو به نظر ما هم قبول داریم دید. اما دو تا پیغمبر دارن اونا که ما میگیم پیغمبر هم اونا اگر پیغمبر هست. ما در اونا، ما هم از ما هستم اما در بین آنها آمده. در اونا، اونا میگن پیغمبر نیست، ما میگیم پیغمبر هست. داود و سلیمان. چرا میگن پیغمبر نیستن؟ برای اینکه دو تا پیغمبر که حکومت داشتن. زیرا به پیغمبر بودنشون زد. حتی مثلا زیرا به حکومتشون زد. نمیشه. اصلا دست تحریف اینا رفته که شیطان خواسته. دست تحریف برده. آقا به حکومت دیگه اصلا فکر بگی. چون تر حکومت دیگه حکومت رو آقا هست. و اون آقا میاد میدونه یه وقتی ابلیس وقت خواست. خب ساکه بیان وقت. الهی همون این یوم اصلا تو بزر قیامت به وقت بده. خدا فرمان بگیر این فضوله شد تو نه. به وقت نکنه. الهی همون به وقت معلوم. وقت یوم یوم اصلا نیست. یه وقت دیگه است یعنی چی؟ یه وقت دیگه قبل قیامت یعنی اتفاقی همین جا که تموم کنه. الهی همون او داره در صبح ها میزنه برای خودش. اسم حکومت دینیمه چیه؟ میلرزه. و این یک. دو، تا دیروز ایران رفیق ترین کشور برای اسرائیل تو کجاست منطقه خاورمیانه. آقا رفت و آمد های عجیب غریب داشتن سلام اسرائیل به ایران. از زمان اما وزیر کشاورزیشون ارسنجانی بود چی بود؟ بلند شد رفت اسرائیل با اینا بس. تو همون برهه شروع شد ارتباطات و معاون روحوایی وقت شاه تو این مستند همین به روایت دربار مثال نشونده یه قسمتش خیلی قشنگ بود روابط پهلوی اسرائیل بود بنده که تخصصم حوزه صهیونیسم و یهوده برای من تازگی داشت نمیدونم چی جور رفته مصاحبه رو گرفته اینا رو پیدا کرده بودن اسرائیل میگفت ما اومد میتونن چیکار کرد کجا رفت که چطور اسحاق رابین اومده بود ایران کیا اومده بودن ایران میگفت شام این دست علمی کنه اما روابط بسیار گسترده تو خونه یهود تو منطقه یه انقلاب شکلی علمی رو بود امام از سال 42 میگه اسرائیل من پدر بزرگ خودم میگه امام میگفت اسرائیل ما گفتیم این نمیزه سر چیه ما واقعا نمیدونه سر تلویزیون نبود چیزی رو ما نمیزه سر چیه نمیزه گیری داده امام اسرائیل حقا میزه سر خوردنی شهر دعات چی هست چی گیره داده فرم؟ اسرائیل بودم بابا اسرائیل چی چی؟ اسرائیل بیرم اینجا دیگه هست به کشت رو بودم اون سالی که میرن طلبه ها رو توی فیضی میگذن پایین خب معمول شاهی کنیدن امام پیام که میده چی میگه اسرائیل طلبه رو داخل همون اول بیخ ما دارو از همون قبلش رو با آنهای اسرائیل و جالب من فقط میزان سرسپردگی دولت خودمون رو به اسرائیل فقط بخوام براتون بگم دلیل منطقی بیارم حالا اگه یه چیزی بگم شاه آدم اسرائیل بود نه دلیل منطقی برام بیارم ساواک به منبریا میگفت سه تا موضوع حرف نزنید هر چی دلتون میخواد بگید یک علیه شخص اول حکومت شاه حرف نزنید منطقی حاکم میگه علیه شرف بگید طبیعی میپذیرید دو هی نگویید اسلام داره. این هم منطقیه چون میگه اسلام در خطر اینا مسلمان هم باطل کنه بزن خیلی منطقیه بپذیریم سه علیه اسرائیل هم نمیگه علیه آمریکا حرف بزنیم نمیگه علیه شاه علیه شوروی حرف بزنیم علیه شاه حرف بزنیم این اوج سرس برده ایران میشه بهایی که اصلا یهودی زاده هم 90% بهایی ایران اول یهودی بودن بعد بهش گفتن به این مذهب جدید به درد ما بخوریم 13 سال نخست وزیر مملکت بهایی همیشه برده بودن آقای یعقوب نمرودی پسر شنا سوال کرد فکر کنم روزنامه معارفه یه تخت جمشید تو خونه شد مردم شد چیزی نبود تو بخوای مثلا چفت و بست داشت تو خود کار اینقدر هم ایران اعتمادش خیالش راحت بود افشارنه که خودش داد بودن یه سر افشونزه هم ایران خرید پولش هم داد بیش بیش که بعدا زدن زیرش نامردم پول گرفته بودن من خواه آدم یه لحظه شک بکنه
کنه بیاریم بدن انقلاب برمیاد. نه آنها گفتن تمام شما چیزی نیست که کودتا فکرش نمیکنه ماجرا اینجور بشه. این فتح و زد دقیقا در تضاد یک مدینی دو اسرائیل هم باشه. درگیر جنگ عراق شده. درگیر جنگ عراق شده. امام شو راه خودس از کربلا میخوزه. ببینید یعنی چی؟ من میدونم بازم اون شو بود. اول صدام مادرش رو حل میکنی بگی. هشت سال جنگیده با مظلومیت اینا خدا حالا خواست به دستگاه بگیر. امسال شهردار کربلا شهردار تهران. معجزه شما اسمش چی می‌ذارید؟ حتما باید عصای اژدها بشه. فکرشو می‌کردید یه روزی با وجود صدام و صدام کدوم الاغ براتون بنازه بیرون؟ آمریکا. خدا کوری خودش اینجوری ها. موسی را کجا بیرون می‌کشه؟ و خود فرعون. فرعون هر چی بچه بود کش، یه دونه رو بعد می‌کش، بقیه نه بعد می‌کش، دقیقاً برعکس. همه رو کش گیدران نکش، همون گیدران که نکش خرج خورد و خوراک و تحصیل و همه چیزش خودش دارد. بزرگ زد شد زد باباش دارد. کوری نخونست خدا. میچشده پایی. اصلا یه حوصله این خدا داره، یه سرده داره. بعض موقع شما میدونیده فکر میکنه ماجرا چی شده؟ از دست رفته یه هایی میلیون دقیقه نباید برداشت. بعدم شرق و غرب ما رو ایران خرمال کرد و گرفت و شرق اون طالبان هر اون رو صدام احمقی که هر لحظه احتمال حمله داشت این اواخر در میدن دوباره ما به اتم به صدام رو بخریم و دیوانی میزدن میزدن اوش وقتی شیمگیری رو زده چی بود؟ اینا سیز کارا خودشون میخوان انجام بدن میدن یکی دیگه براشون انجام بدن یه آدم خوری ها که صافت کاری کاری که تکفیری ها دارن میکنن فرمان اوناست بالا. تا حالا دیدی تکفیری یه گول سمت اسرائیل چه می‌کنه؟ داعش به حماس حمله کرده هفته‌ش. چه جوری اصلا در بین رسیده؟ چه جوری رفتن تو نوار غزه همه فرمان شد تو کار شدن داره اسرائیل. اینا که میگن ما از اون اهل سنت دفاع میکنیم یه مزخرفات میگن این تکفیری ها. خب بسم الله حماسی ها غزه ها فلسطین اسلامی نیستن. خب بری کمک کنیم. نه آقا خودشون ولد نامشروع هم صهیونیسم هم شرق ما طالبان یه اون وحوشی مثل طالبان القاعده و اینا غرب ما عراق هر دوتا کی برام زد بدید خدا آمریکا یکی از این سناتورهای آمریکایی سخنرانی جالبه داره وحوشو مسخره میکنه واقعی نمیگم برای اونجا میگه من هر چی فکر میکنم میبینم که جورج بوش احتمالا آدم نفوذی ایران میگه این دو تا جنگ درست کرد دقیقاً به نفع ایران شد عراق دو دسته به ایران افغانستان هم خیال ایران راحت کرد از شرق بشه که همه به صورت بگیر میگه ما دقیقاً دو تا نیروی بالقوه داشتیم هر لحظه میتونستیم ایران رو بشه دوارش هم بگیر نه اینا کار خداست آقا تو رو خدا برای خدا ارزش و بزرگی خواهش چقدر مظلوم خدا تو رو مظلوم خدا بکردی؟ برا تشبیه الله الیازو بالله نمیشه گفت این تشبیه که ما از انسان به خدا بگیم اما لفظ دیگه گیر نداره لغوی ها والا مزدور میگه بابا رو من حساب با کنیم من زورم میرسه یه آقایی داره میگه من دوستش دارم میگه و مکر کردن تمام مکرشان دارم نه با مکر و مکر و بالله آخری با کنم نه اون میگه اونا تدبیر کردن خدا تدبیر کرد خدا بهترین تدبیر کننده یا اینا میگه مکر کردن تمام مکرشون را مکری که کوه را نابود میکرد یه مکری مثل بمب اتم که بندازی کوه چی بشه پود بشه نه من اون دل لاغ مکر میگه مکرشون کف دست بگی چی من خودم یه زمان ابوذر تبعید کرد چرا چون محب علی بن ابی طالب گفتن به فصل شجاع تو سرزمین‌های شامات اینا اموی هست اصلا اسلام اینا بعد از پیغمبره اصلا بویی از اهل بیت بگیر نبودن ابوذر اونجا نمیشه کار کنه رفت اونجا تخم تشیع ابوذر باشه چه به دک خورد 1400 سال بعد از اولاد بودن حالا کی اینا رو بازی داده؟ خدا والا خدا بازی داده حزب الله لبنان این بود تا حالا هزار بار خاک ما رو به تو بکشیده بوده از ترس حزب الله لبنان حزب الله لبنان بزن بعد خودم دیگه فناوری موشکی بده کرد بود چی؟ اومد تو تیر رسان نظرات نبود که ما
از اولی که از اصلی ترین دلایلی که نمیزدن این که حزب‌الله لبنان اسرائیل رو بزن. این شیشه عمر این قول اسرائیل هم خدا به شکل است. همه اینا حکمت خداست. غافل نشید، همه چی دست اوست. و بعد خدا آخرش میفرما چی؟ و این در لاو مکرو میگه مکرشو کفو دست دید. خدا مثل یه حریف قدره میگه هر جور دوست داره اگزم بازی کن. من با بازیه تو بازی میکنم. بعضی دیش شطرنج روزه هفته میگه داداش هر چی موره میخوای بر دو تا قنده باید بزه بیروی فیل بیندازه بیروی اصل بیندازه بیروی چهار تا سر بازه بیندازه حالا بازی کنم میباز میخوای از این شاب تاکیمات رو دونم ای برای خداست بده میشه. ماها توکلمون ایراد داره. امیرالمومنین میفرما بابا ما میرفتیم جنگ حضرت امیر یه فتوحات چی گرفته و اینا رفتن ایران رو گرفتن و مصر رو گرفتن و روم رو گرفتن. حضرت امیر برای بعضی میشه تعریف میگن من بابا شما این الان رو نبینید اون صدوز ما میرفتیم جنگ تو جنگ بعد اونا هزار نفر تا دندان مسلح ما چی داشتیم؟ دو نفر دو سه نفر سواره بقیه پیاده شمشیر شکسته چوب رفته بودیم جنگ باید بسیدیم جلوی ما. بعد خدا میدید نه اینا تمام زور خودش رو دیگه بگه چیه؟ زدن بگو حالا بقیهش با من منتها تو باید همین کاری که ازت برمیاد انجام بدی. اگر از همون اول دست خالی بری خدا کمک یه چوب تو لاغر بر بهترین چیزی که دم دست دارم حسن تعمیر میکنم این جنگ رو خواست شروع بشه اول جنگ ها این هم بوده که از ما میکشته شدی که از اونا وقتی خدا صدق نیت ما را میدید در اول پیامبر یه مشخاط برداشت خاشید سمت اینا آقا یه مشخاط چقدر میره یه مدوم سه به چهار پنگه چقدر این بازن خاک معجزه ما رفت تو چشمان اینا چشمان بستن دیدو از دست دادن این مسلمان افتادن بهشون هفتاد تا اینا کشتن هفتاد تاشون هم اسیر گرفتن بقیه هم در رفتن اصلا مشتکین وقتی سپاه پیامبر دیدن گفتن تمام کار همین اینجا کارش تمومه قطعی بعد آیه قرآن نازل شد چی؟ و ما رمیت از ای پیامبر و ما رمیت تو نپاشید دیگه از رمیت هنگامی که پاشید و لاکن من لاهر رمیت کی بود پاشید؟ خدا وقتی تمام دنیا به ما حمله کردن خرمشهر رو گرفتن بچه ها ریختن خرمشهر رو آزاد کردن ما چی بود؟ خرمشهر رو خدا این هم خیلی قرآن به خدا قسم نمیفهمیم تمام دنیا علیه ما جنگ نمیشه به خدا نمیفهمیم تو سوریه میبینن تازه همه دنیا میستن روسیه و چین و ایران و عراق پشت اینه تمام دنیا حتی شوروی تمام دنیا حتی چین همین روسیه بود فقط به صدام کمک نکرد همین سوریه بود باشه همه شون. آقا شوروی و آمریکا به هم فوش میدادن این کمونیست بود کاپیتالیست بود سر زدن ایران با هم اشتراک داشت سر کمک به عراق با هم اشتراک داشتن خدا میخواد یه چیزی رو بفهمونه همه تون یه بر بشینی من و ایران یه تا تکبیر خدمت شما آرز بشم که واقعا همینه اصلا وقتی خدا با توه چه اهمیتی داره مقابل کیه ببینید وقتی توی جنگ احد یکی فتنه کرد از داخل سپاه پیامبر ببینید چی شد اونا رها کردن برای دنیا اومدن سراغ تقدس خوبه بدش یه جای آه
شما بده. اینا بعد حمله به یمن دیگه یزید دیگه یزید هیچ چیزی هم نداره. این صدا هم بیاد من صحبت هم کنم خدمت شما هم کنم حواستون به من باشه. اهل تهران یه صدایی بزر بزر مهم اینه که یک طرف خدا باشه، اون طرف هر کی میخواد باشه دیگه چی؟ باشه منطقه خدا میدید چه میذاره تو سبقنیت رو بگیم چه کار باید بکنیم؟ داستان واقعی سر همینه کاری که باید صورت بگیم تو تمام کار خودت رو بکن. ببین تو میگی خودت توان هم بگیم سرش اینه بیشتر از این بگیم نیست که بله شد اما تو نوت بری میره فهمی چی شد؟ میگه خدای ما اصلا چوب برداری؟ اگه من خودم بابا من همون خودم که فرمان رو جون چکوندم زیر آب من همون خودم که با آد و فلان و بهمان اینا اسم نگرم خدا میگه مردمانی که کوه‌ها از کوه‌ها برای خود خانه میساختن میگفت چنان تومارشون رو پیچیدیم که نمید اون خداست. الان یه سری اتفاقات تو منطقه میفته من با این نشونهای زورشم کار ندارم اصلا با اینا کار ندارم. میدونی زور که شکل میگیره؟ زور اون موقعی شکل میگیره که من و تو خودمون رو پیدا کنیم. زور اون موقعی شکل میگیره که من و تو دنیا رو با امام حسین آشنا کنیم. زور اون موقعی شکل میگیره که من و تو بتونیم از جغرافیای تشیع دفاع کنیم با عقل و منطق. هنر جمهوری اسلامی این است که امروز با داعشی میجنگد که در ارتش عراق وزیر دفاع سنی است. ولی چرا این هنره؟ نه که به فوش بدیای به دشمن بشونه نده خود خریت از خود. حضرت علی 95% سپاهش موقع به شیخین بودن میدونستید؟ یعنی خلیفه اول دوم قبول داشت. هنر علی این بود که با معاویه جنگید با این سرباز ساست العباد سیاست مدارای بنده بود زیارت جامعه میخونه یعنی چی؟ 70-80% امروز کسایی که دارن جلو تکفیریه تو سوریه میتنگن سنی هم من 7-8 روز نمیشه از سوریه برنشت باید ببینید این هنر بله وحدت یعنی این حالا اون چیزی که فوش میدن یعنی چی یعنی همه تو برید این طرف بیاد ما رو بخوشید نمیفهمن وقتی تو تونستی از جغرافیای شیعه از جغرافیای مظلومین و مستضعفین دنیا حمایت بکنی از جون امام زمانت هم میتونه بزن. وقتی تو احد ریختن اون اتفاق افتاد یه نفر از داخل داد زد پیامبر کشته شد تا گفت پیامبر کشته شد دیگه در رفت عملیات روانی کرد علیه پیامبری که منافقینی بود از صحابه پیامبر بود متاسفانه یعنی فریادی زد بعد جالب امیرالمومنین چی حس میکرد گفت همه برن خدا هست علی و خدا یه طرف هر کی میخواد باشه دور پیغمبر چرخ 90 تا زخم داشت 90 تا میدونی یعنی چی؟ میگه وقتی مرهم میخواستم بزنم بر زخم علی ابن ابی طالب دیدن فایده نداره ملحفه رو مرهمی کردن علی رو پیچیدن توش اینجوری بایستم اینطوری باید بایستیم. من امروز به شما بگم این فجری که زده اگر کسی امروز به جمهوری اسلامی خیانت بکنه زور اول شما رو به خدا مشکلات مملکت منم میدونم من خواستن چهره منتقده اون آدمی که منتقدم من داره بیشتر میشنستم خدا وکیلی این همه بلایی که سر ما آوردن سر کدوم مملکت بود؟ یه فکر کنیم بس از همون اول یه بار برای مرور کنم توی پکیج کنار هم دیگه همچی میگه آره نمیشه عجیب غریبی راستی معجزه بین آشکاری نمیشه انقلاب کردیم به خط همون اول آذربایجان میخواد جدا شه کردستان میخواد جدا شه خوزستان میخواد جدا شه خلق ترکمن ریختن به هم همون اول یک دونه از مثالایی که کلا اوکراین الان ریخته به هم کل سوریه الان با همین ریخته به هم بعد تو هیروبیری که خوب دقت کن وزیر امور خارجه قطب‌زاده کیکی اینا که چیدن همه جاسوسه بگرد اونا رو پیدا کن تو این هیروبیری که منافقا شروع کردن ترور متحره میکشن مفتح میکشن آقا جمع میکنن 70 نفر مسئولین یه مملکت و کلشون رو جمع کنن بمب عمر پرست دارن نخست وزیر ترور رئیس جمهور ترور فرمانده نیروی هوایی نیروی دریایی جاسوس فرمانده کل قوا و رئیس جمهور جاسوس تو این هیرو
و بین تمام دنیا به حمله میکنه. سمت حکومت شیعی نبود، خیزشی به سمت نور نبود، به سمت خورشید نبود. این فجر زد، این فجر زد. عزیز دل من، به من بگن مهمترین نشانه‌های ظهور رو بگو، میگم اونا به کلات شما خوندید و ما خوندیم و میدونیم و پنج تا اصلی و غیر حتمی و اینا به کنار. یکی از مهمترین نشانه‌هاش اینه که امروز تو تمام دنیا میگن بشار اسد نباشه، تو میگی باش. به خدا تمام دنیا گفتن داعش به کربلا و نجف و بغداد رو بگیره، شما گفتی بی چی؟ نگی. اون شبی که داعش حمله کرد من به شما بگم بغداد سقوط کرد. حالا چون مأمور شده گفته شده میگم که از اینجا سردار سلیمانی مأمور شد به فرمان فرمانده کل قوا که بره ماجرا رو جمع کنه. اصلا ایشون رفت کل مارمزان اونجا بودی، رفت جمعش کرد برگشت و بهشون یاد داد چجوری به جنگل هم خودشون بودند. ایران بیره بود، یاد داد خودشون. بعد اون فتوای عالی آیت الله سیستانی شیعه اسلحه به دست گرفت از کیان خودش دارد. همین تو سوریه معنی اون روزی که رسیده بودن تو دیوارهای فرودگاه دمشق کجا بودی من شما؟ اون روزی که رسیدن تا 20 متری حرم حضرت زینب، من رفتم اونجا داشتم گنبد رو درست میکرد، گفتم چه گفت آثار تخریبه. عکسشو بهم نشون داد، واقعا عجب. این خمپاره خورده بود رو گنبد، عمل نکرده بود، اما چون آهن بود این طلا روی خورده عکسش هست. دو جام رو مناره آبپیچه خورده، عمل نکرده. اینا خودشون ترسیدن دیدن عمل نمیکنه. اینقدر قشنگ علیه که روی مناره خورده هنوزم تربیه نشد، آهن خورده، این آجوره خورده ریخته، چون که منفجر میشه که مثلا مناره رو داغون میکرد، تانک رو داغون میکنه جا خون داره. اون موقعی که رسیدن تا 20 متری حرم، میدونی اگر میرسیدن به حرم یعنی چی؟ یعنی ما از حریم نمیتونیم دفاع کنیم. وقتی کسی برای اهل بیت ولو قبرش جان میده، میدونی چی؟ یعنی خدای واسه زندهش صد برابر میگذره. این معنی رو داره. اینا رو میگم نشونه های ظهور. نشونه ظهور میخواد راه به مایه داره. برید ببینید اونه که رفتن میدونن چه عرض میکنن. برای همین هر که میره سال بعد میره رفیقش هم دستشو میگیره ببینید. برو اونجا ببین آقا پرده ها کنار رفته، یه بخش از انوار که میگم همه قواعد میریزه به هم، مثلا یه داستانه دیگه است، دنیای دیگه است. بعد از ظهور یه خورده نورش تابیده، یه خورده نورش تابیده. برای اولین بار انسان سفر رو شروع میکنه بدون اینکه به جای خواب و غذاش فکر کنه. الله را میفتیم
دعوا میکنن سرت. آقا تو رو قرآن بیه. آقا تو رو خدا بیه. آقا تو رو خدا بیه این غذا رو بخور. قسمه. اصلا نژاد ذره ای اهمیت نداره. تو بگی این عرب این چی؟ غیر عرب. اربعین هم تموم میشه دوباره پرده ها رو میرسه. دوباره داستان شروع میشه. خدا میخواد این آرومارون داره آشنا میکنه. نگفتم ها میخواد سهور آرومارون داره. اصلا داستانه برای خود ما اتفاق افتاد عجیب غریب و باور طرف میدیدی میومد با سورنگ آماده نو در میورد میداخت میگم بذار آب تاول پا تو من میکشه. تعجب میکردی بابا خود آدم بدش میومد دست بزنه. یکی از این دوستان تعریف میکرد خیلی عجیبه. ما رفتیم زنگ خونه رو زدیم، زنگ دوم زدیم دیروز تعریف کردم خیلی جالب. و زنگ دوم زدیم و دیدیم نایمدن زنگ پایین رو زدیم. نگو دیر اومدم. میگو با هم رسیدن دمه در. پایینه سر وقت میخورد دیرتر. میگه اینا گفتم آقا ما ظاهره مشایی به قول پیاده روی. میگو تا اینا گفتیم اینا شروع کردن ما رو کشیدن یکی بر بکنیم. یکی بر دعوا شد شد با هم. عربا همینجور حرف میزن فکر کنم دعوا میکنم. بلند بلند حرف میزن. گو اینا شروع بابا. بعد یه چون یکیشون گریه کرد و یکی ما رو برداشت کرد. چی شد؟ یه دست ما شکسته شب که نشستیم با این صحبت کردن چه؟ یک کاشف قمر اومد این دوتا همسایه پسر اون زده پسر اینکه کشته و اون قاتل تو زندانه گفت میخوای ببریشون یه شرط داره برو رضایت بده پسر رو ببریم گفت ظاهر حسین رو بده من ببرم رضایت بده شنیدی تو زور میگذرم؟ راحت میگذرم؟ داره با حسین ابن علی به من تو نشون میده از این بوده نشون این حیبت ها رو حفظ کاریده کشته نجات بر همین من اونها دست داشتن به حیبت ها خدا بسید میدونید وقتی آقامون میاد برای تو چند تا نشونه ظهور برای تو میگم کیف رو از اون بری ها میگم از خارجکی ها میگم مسیحی ها برای تو بگم در انجیل داریم از نشانه های ظهور پسر انسان این است که جمیع امت های زمین سینه زنی کنند. آخه سینه زنی جز برای حسین ابن علی علیه السلام واسه کی هست؟ واسه چی هست؟ من اینو تو اربعین دیدم بین الحرمین وای میستادی اینجا نفس کشیدن نبود. تو بین الحرمین قفسه سینه میخواست خورد بشه. وای میستادی این دسته ها میومدن رد شد. 70-80 تا کشور و پرچمشون فقط ما دیدیم چه عکس گرفتیم 70-80 تاشون دیدم جمعی به امتهای زمین سینه زنیم با حاج محمدهای طاهری مدعو گفتم حاج آقا برای یه آیه انجیل بخونم گفت علی چه انجیله گفتم گوش میدونید آقامون وقتی میاد 5 تا جمله داره اولیش که میفهمن یا اهل العالم همش با ابتدای چی شروع میشه؟ آیه کل مردم دنیا وقتی خودشون رو معرفی می‌فرماید چهارتای دیگرش همش مرتبط با عبادت همش منم اون منتقم انتقام کی؟ جمله بعدی ان جدی الحسین قتلوه اتشار چون مردم دنیا ما حسین میشنید ان جدی الحسین سحقوه ادوانا طرحوه اریانا همش با یا اهل العالم می توشون میشه چون امام حسین میشنسن مردم دنیا نمیگن 40 میلیون آدم یه جا برای چی دارن جمع میشه این ارتش عظیم تشیع ما میدونین به یه روز یهویی میریزن از کل دنیا اونجا حالا فرض کنید آقاشو تو مکه ظهور کنه تو میتونی جلوشون رو بگیری جمهوری اسلامی لب مرز نتونست بگیره با کارت ملی ملت میرفت من یکی از سربازا رو اونجا دیدم گفتم اینجا چی کار میکنی؟ با اومدیم دیگه 4 لاین آدم تو مهران همینطوری میرفت میگم یه کارت شناسایی نشون بده برو ریخ به هم تمام قبات این افاقنه شیعه عزیز ما که به خاطر نداشتن پاسپورت نمیتونستن برن زیارت باید میدیدی اومده بود اونجا لب این خیابونا تو پیاده رو همینطور خواب بودن مرزا رو حسین برداشت براشون تا اونا هم بیاد با همه بیاد
اینا نشونه ظهور عزیز دلم، اینا نشونه است که داره اون لشکر هم فراهم میاد. وقتی با فتوای مرجع تقلید عراق و سوریه حفظ بشه، با فتوای امام معصوم چی میخواد؟ وقتی با فتوای مرجع تقلید میگه برید خرمشهر باید آزاد بشه و آزاد میشه، با فتوای امام معصوم چه میکنه؟ با مرجع تقلید من و تو داریم منور میدیم برای ظهور که خدایا ببین ما قبول داریم ایشون معصوم نیست، اما میبینید چون فقیه هرچی میگه میگیم چی؟ ما رفتیم سراغ فقها گفتیم آقا نگاه کن شما دین میفهمید، شما مجتهد جمع بشید مجلس خبرگان، یکی از بین خودتون رو بذارید کجا؟ رئیس، هم رئیس خودتون هم رئیس ما، هر چی هم بگید گوش بدید، دیگه از این بیشتر حسن نیتمون نشون بدید. اینا مهمه، برای همین ایران باید بخوره، باید موتور ایران بیاد پایین. از نظر بود ماجرا ماجرا نماز خوندن اینجا چیزا نیست عزیز. خبر اومد خبری در راه هست، سرخوشم دل که از آن اومد هست. و من تو کجایی ماجرایی؟ اگر همین جمعه، جمعه ظهور بود چیکار باید بکنی؟ کجا باید بریم؟ چقدر آماده ای؟ چقدر حساب کتاب تو درست کردی؟ چقدر حق و ناس رو گردنت نذاشتی بیانه؟ چقدر توبه کردی از گناهان؟ چون برخی از روایت ها میگه بعد از ظهور دیگه توبه پذیرفته بگی نمیشه. چقدر توبه کردی؟ بگی یا ابن الحسن من به خاطر گل روی تو این یه گناه دیگه میگه، این یه قدم من، حالا تو یه قدم بیا. قدم رو میدونی چیه؟ گناه دومی هم خیلی راحت تر کنه. امروز خدمت به این کشور به خدا قسم بعد از ظهور و کسایی که دارن خیانت میکنن به این مملکت، اون دزدا و یاغیا و کسایی که از پول بیت المال میخورن، از پول چه بیت المالی دارید میخورید نامردا؟ بابا 230,000 تا شهید رفتن که این مملکت بمونه، چی کار دارید میکنید؟ این مملکت حسابش حساب آمریکا و نمیدونم کانادا و فلان کشور آفریقایی و اروپایی نیستش. اینجا شیعه خونه امام زمانه، بابا این مردم اینا اینا باشه بهشون خدمت بکنید، اینا شیعه، اینا شیعه هم نباشن محب اهل بیت، از این بیشتر چی میخواد دیگه؟ و اینم به شما بگم، خائنان به جمهوری اسلامی در جایی میسوزن که قارون نمیسوزه، بند استدلال قرآنی دارن، چون قارون پولدار شد از فرعونیا، اینا پولدار دارن میشن از پول مردم مظلوم. عزیزان من و تو این که انتخاب میکنیم، من و تو این که رای میدیم، من و تو این که حواسمون رو با چشام رو با کنیم، هر کسی اومد برای تو شعار داده اینجور چیزا رو بباره، هر کسی اومد شعاره نژادی داد، با نژاد پرستی به مزمان نمیرسی ها، با قوم و عشیره و اینجور چیزا به مزمان نمیرسی ها. ببین چی حرف حساب داره میزنه، کی تقوا داره اونجا اون نماینده تو میشه تو مجلس، با یه امضا با یه دکمه به شاسی فشار دادن کلی پولی من رو بره. او رئیس جمهوری که انتخاب میکنیم، هر کسی شورای شهری که انتخاب میکنیم، این من تو مسئولی. مسئولیم یعنی چینه همین آقا این فامیل بابا مونه به این رنگ بودن چشاش این رنگیه به او رنگ بودن اینا شد استدلال. یا میری دو تا شهر نزدیک من با هم یه نماینده میدن، معمولا تو هم شما زیاد وجود بگن آقا ما فقط باید نماینده شهر بخونیم، این حرف چی بگیم که با تقواتره؟ بابا گذشت دوره نژاد پرستی، اسلام اومد نژادها رو بشکنه، ان اکرمکم عند الله اتقا، خدا نمیترسیم؟ شرایط کاری و مسئولیت برای یک کسی دیگه پیاده میکنیم که بخوره ببره و گناهشو تو بکنیم، او اشغالش کنه برای تو بنویسن. خیلی خدا وکیلی امامت ما بیان یک کاری بکنیم شرایط رو یکی دیگه به دوزه ببره. مردم باید مطالبه کنن چیزای درست حسابی رو. خدمت جا دانشتم یا من مهندس برق، من چیکار میتونم بکنم برای امامزمان؟ میگم الان برای وظایف شخصی که داری توی مهندس برق خود تو جمهوری اسلامی بشی که نیاز ما رو قطع کنی به پدر سوخته ها، تو برای ظهور داری خدمت ثانیه ثانیه درس خوندن تو میشه
نماز. تو رفتگر باش، داری جارو میزنی با این یه جارو میزنی با زیر پای شیعیان امام زمان رو دارم پاک میکنم. تو خدمت کن، مگه نبود اون قفل ساز؟ اینو بگم اگه ارزم تمام مطلب. یکی از منبری های معروف تهران اومد پیشش که آقا امروز تو برای من تعریف کن، گیر سپیچ با هم خبر باشه داسته. گفت هیچی، تو مغازه نشسته بودم، آقا آمد تو. آقا کی؟ آقای من تو. ما تو مغازه، یه پیرزن اومد قفلشو بفروشه. بعد گفت آقا من اینو دو قرون ازم میخرم، اما من سه قرون لازم دارم. میگم نگاه کردم دیدم پنج قرون میاد. گفت محکم و خوبی، پنج قرون روش دادم. دوام کرد رفت، آقا فرمود که این داره میره حساباشو پاک کنه، امشب رفتنیه. فردا خودم هم میرم تشییع جنازه‌اش. بعد این روزش رو تعریف کرد، گفت اینم ماجراست. گفت میدونی چرا ازت خواستم؟ گفت من هی میرفتم این ذکر، اون ذکر فلان کنم و همه کنم علوم غریبه، غیر غریبه که بتونم آقا رو ببینم. آقا آمد به خوابم، گفت فردا برو فلان پیش فلان قفل ساز، بگو روزش رو برات تعریف کنم. گفت تو درست باش، من میام پیش. تو به خیانت نکن به مال مردم. اون نمیدونه قیمت قفلش چیه. اون سه تو سه قرون هم میداد و کلی چیکار میکرد؟ چهار قرون میداد که هیچ اصل شده، کلی پنج قرون میاد. یه ماجرای شنیدم، نمیدونم ساعت صبحش چیه، یعنی سندیتشو نمیدونم، اما از یه منبری شنیدم. میگفت یه روزی یه نفر کلی اصرار من آقا میخوام بینم آقا، کلی آخر یک روزی این اتفاق افتاد. آقا گفت دنبال من به دوازار رفت میشه این واکسی باشه گذاشت رو جعبه، گفتش که واکس بزن. گفت سلام علیکم اینا هم واکس بزن. گفت آقا شهر من آقا که اومده خیابون قول دادم اول کفشش رو واکس بزن. این هم یه بغلش آتیش میگرفت که خاک تو سرت کنم. مثلا امام زمانه کفش نمیتونستم بگه دیگه، قول سکوت گرفته شده بود. داشت جلزه بود، گفتش که آقا من میگم واکس بزن. هی گیره از امام زمان اصرار. او هم چی؟ نه آقا من گوشتو قول بدم بدن جم. یا این واکسی برگشت گفت آقا جان خاطر برمیدار یا داد بزنم بگم همون آقایی که همه منتظرشن شمایی. برگشت گفت ببین یه فکر بگه نمیشنست. گفت تو مثل این مردمدار باش، حق ناس رعایت بکن، من میبوسم. آخر زمان عرصه پول میشه، عرصه پول، تجارت، پول در میارن لحو لحو. فازار او این آیه دیوانه کرده من. فازار او تجارت او لحو انفزو الیها. میگه تا یه پولی میبینن میرن سمتش، بعد پول رو خرج چی میکنن؟ لحو لحو. پول در میارن خرج چی؟ تجارت، بیزینس، خرج چی؟ لحو لحو. و ترکو که قائم و ترک کردن تو را قائم. تو قیام که تو تنها مونده میدونی چرا؟ چون همین و حواسشون تو پول در آوردن چی؟ پول رو خرج عطیه کردن. میدونی نقطه مقابلش چیه؟ که تو پول بدی و زکات دادن، خمس دادن، خرج اهل بیت دادن، هیئت برگزار کردن، کار فرهنگی کردن، اینا پول بدی و نهی بشینی خدمت شما آرز بشم خرج کسافت کاری کنی. برعکس تفریح چیه؟ بری بشینی یک کنجه عشق بریزی، استغفار بکنی، بری توی هیئت بشینی گریه کنی. چقدر عکس اون ماجرا است. در همون میگم امام حسین دعای نجات، اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و مستشهدین بین یده. خدای ما را از مسببان اصلی و خیر ظهور آقا و صاحب زمان قرار بدهد انشاءالله به برکت صلوات بر محمد آمین.